بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از تاپیک اپراتور امروز بعد تاپیک کاندیشنال استیتمنت میرسیم. همونطور که شما در دیگه زبان ها هم حتما خواندین که کاندیشنال استیتمنت ها کدام ها هستن، درست هم؟ کدام ها هستن؟ عموماً یک ایف هست و سویچ هست. عموماً گفتین درست، یعنی دو کاندیشنال استیتمنت در همه زبان ها وجود داره، ایف و سویچ، که بازی که شما گفتین در قبل نوع خاص یا حالت اختصاصی یا خصوصی ایف هست که میتونه ایف الس باشه و ایف الس ایف باشه، درست هست؟ که به آخری ما چی میگیم؟ نستد ایف میگیم دقیقا. و سویچ که فقط یک حالت داره، یک ساختار داره و او رو به آسانی میتونی ازش استفاده بکنی. فکر می‌کنم موضوع واضح است، فقط یک معرفی کوتاه من براتون میکنم چون حتما در دیگه زبان‌های خواندین. کاندیشنال استراکچر ایف توسط خود کیورد ایف آغاز میشه، بعد از پرانتز قوس‌ها قرار میگیره و در اینجا اکسپرشن میاد و گفتیم باید اکسپرشن چیزی باشه که بولین ولیو جنریت بکنه یا اصلا خودش بولین ولیو باشه. به هر حال اگر اکسپرشن مستقیما دایرکتلی بولین ولیو بود، درسته، و اگر نبود اکسپرشن باید بتونه که بولین ولیو تولید بکنه، یعنی ترو و فالس. خب پس در اینجا بعد از اینکه نتیجهش حاصل بشه این میشه یا ترو یا فالس، درسته؟ خب شخص می رفتار میکنه اگر عمو تو که از نامش بس ایف، اگر اکسپرشنی که در اینجا وجود داشت به ترو تبدیل شد، پس این بلاک بعد خود را اجرا میکنه که ما به این میگیم ترو بلاک، بلاکی که در صورت ترو بودن اجرا میشه. و اگر این فالس شد بعدن در همین حالت هیچ اتفاقی نمیفته چون این شرط ها فقط در صورت اجرا میشن که این ترو باشه. وقتی که نبود هیچ اتفاقی نمیفته. اگر کدی بعد از این شما داشته باشین اجرا میشه و اگر نداشته باشین هیچ اتفاقی هم نمیفته. یک مثالش هم ببینید، بهتر مثال دلار x مساوی به 10 باشه. میگیم به شرطی که x دلار x، خب این گپار بسیار ساده میده، یک چیزی که می سخت‌تر باشه کار کنیم. اینجا شرط کنیم که اگر عدد جفت است رو نشان بده و اگر عدد جفت نیست رو نشان نده. پس چی میگیم؟ دقیقا مدولوس رو کار میکنیم. خب دو، چون هر جفت باقی موندهش بر دو حتما صفر میشه. پس این به این معنی که اگر جفت بود، اگر جفت بود اکو کنه چی را؟ خود اکس را. گفتیم اگر جفت بود نشان بده، اگر نبود نشان نده. مطمئن که اعداد فعلا خود ما فرض میکنیم، یعنی بازم استاتیک پروگرامر رو تایپ میکنه، ولی بعدا هرگز این کارا نمیکنیم، میره اینترفیس برش میسازیم، فرم اچ تی ام ال میسازیم و از طریق خود یوزر را دریافت میکنیم. خب اینو سیو کردم، نتیجهش هم اینجا ببینید تست پی اچ پی، چون عدد ما جفت بود اورا برای ما نمایش داد. چون ببینید اکس 10 هست، 10 باقی موندهش بر دو چند میشن؟ صفر، چون خارج از اون 5 میشه باقی مونده صفر. آیا صفر مساوی با صفر هست؟ خب اگه بود چی؟ ای چی هست؟ ای کامپریزن اپراتور هست، ای ریلیشنال اپراتور هست. پس گفتیم که خود ای اپراتور چی تولید میکنه؟ ترو فالس. وقتی که میبینه صفر مساوی با صفر هست، بله هست، پس ای ترو تولید میشه و ایف ترو ترو، پس ای رو براتون نمایش میدم به درستی. خب اگر عدد ما یک عدد دیگه باشه، به طور مثال خود یک باشه یا خود دو باشه، حالی؟ یک باقی موندهش بر دو چند است؟ صفر اشاریه؟ نه، وقتی که تقسیم کنین صفر اشاریه 10 میشه. سیز این در حقیقت اگه این طرف خارج قسمت هست صفر اشاریه، خب این تقسیم متوالیه، نه جا نتیجه چند میشه؟ 0.5 میشه. سعید 0.5 میشه اما باقی مانده 0 نیست در مرحله اول تقسیم، چون میگه که این متوالی باز تقسیم پیش نمیبره که ببینه خب بله بالاخره باقی مانده 0 شد. مستقیما وقتی اینو تقسیم میکنه باقی مانده 0 نمیشه. پس در این صورت میگه یه عدد در حقیقت جفت نیست، این جفت بودن چه کرد؟ نبود. و چیزی که اینجا تولید میشه فالس است. این فالس بلاک ترو رو اجرا نمیکنه، از حلقه بلاک ترو خارج میشه. بعضی اگه کدام کدی میبود اجرا میشد، ولی وقتی که کدی نداریم در نتیجه هیچ چیزی نمایش داده نمیشه، درست. ولی اگه بیم اینجور فرمانی بنویسیم echo after if، حالی؟ چی گفتی خودت دوباره بگو؟ آفرین، اینی جواب کامل. سعید در هر حالتی اجرا میشه، چه حتی این جفت باشه یا نباشه، در حالت. خب اگر بخوایم که پس یعنی اگه در حقیقت ببینین وقتی گفتیم ساختار if، استراکچر ایف سه حالت داره دیگه، ایف ایف الس الس ایف الس ایف میشه که ای چند حالت میتونه چک بکنم؟ این صرف میتونه یک استیتس یا بهتر است بگیم کیس، این فقط یک کیس میتونه چک بکنه، یک کیس میتونه هندل بکنه. اما ایف الس این میتونه دو کیس هندل بکنه، مدیریت بکنه. همیالی اگر عدد جفت بود خب نشان میده جو عدد، اگه نبود میخوایم چی کنه؟ اگه نبود میخوایم نشان بده که نیست، آتاق است، یا حتی اگه بود خود عدد نشان نده بلکه نشان بده جفت و جفت ایون. خب اگر نبود چی؟ اود است. آفرین. حالا خب ایون بود، ولی اگه نباشه شما میدونید که
اینجا فلان هیچ چیزی برامون نشده نمیشه. حالت دوم، کیس دوم رو چطور برش اضافه میکنین؟ توسط بلاک فالس، درست که توسط کیورد else ای تایپ میشه، else اکو کنه اوت، یعنی در غیر این صورت تاق است. حالا اگه ببینین ای 23 باقیمونش بر دو یک میشه نه صفر، پس ای فالس جنریت میکنه. وقتی که فالس جنریت شد بلاک ترو کلا نایده گرفته میشه، میده بلاک else و اکو میکنه اوت، درسته؟ خب این هم از این مشکل نیست و ایرم این قانون هم حتما میدونی که چه وقت از براکت ها استفاده میکنیم؟ یک استیتمنت بگیم سیست ممکنه یک استیتمنت بسیار طولانی نوشته کنیم که خودش چند خطی بشه، مشکلی نیست. برصورت و شرط که یک استیتمنت داشته باشیم، براکت ها آپشنال است، ضروری نیست، اختیاری میباشه، ولی اگر از یکی بیشتر شد این دیگه required است. این ضروری است حتما باید تکوین، در غیر از با اشتباه مواجه میشیم، با ارر نه، با اشتباه، یعنی همین ساختارتون طوری عمل میکنه که او خواسته شما نیست. مثال همین ایون نشان میده، هم اود نشان میده. خب این دو وضعیت چی میکنه؟ اگه بیشتر از دو وضعیت داشته باشیم else، یعنی در حقیقت منی، نه سه تا نه چهار تا، بلکه میتونه شرط های بسیار زیادی را چک بکنه، چون محدودیتی وجود نداره و شما میتونید بار بار از else if استفاده بکنید. تعداد شرط هایی که اینجا میتونید چک بکنید نامحدود است. خب آیا اگر عدد جفت بود، خب نشان میده که جفت، اگر نبود حتما تاق است؟ آفرین، امکان داره صفر بشه، پس باید اینو هم برش اضافه کنین که امکان داره اصلا این صفر باشه. خب حالا شما بگین که اوش، یعنی یک کیس دیگه هم داریم، یک شرط دیگه هم باید چک کنیم، او رو در کجا اضافه کنم؟ اینجا؟ اینجا قبل از else میگین. اینجا گیف دیگه تایپ کنم؟ else if تایپ بکنیم. خب ولی ببین که آخر بازم اشتباه میشه. else if و یکی از خوبی ها و شیرینی های زبان PHP است که else if شما دیم چسبیده بنویسید در دیگه زبان ها میتونیم؟ نمیتونید. در جاوا، در سی پلاس پلاس این رو باید با فاصله بنویسین، اگر نه اصلا نمیشناسن، یعنی کیوردی به نام else if نداره، else جداست، if جدا، ولی PHP بسیار زیباست، سر هم میتونید نوشته بکنید و اگر جدا بنویسین هیچ فرق نمیکنه. خب else if چی؟ شرطان چیه؟ اگر x ما مساوی بود دقیقا به صفر، در اون صورت باید بگم؟ خود زیرو نتاق است نجو، و در غیر اون صورت و ایرم خودتان میدین که دقیقا else معناش چی است؟ نه معناش از لازه چی پرسان کردم؟ نه معناش انگلیسی پرسان کردم. در غیر آن صورت، دقیقا خود else در غیر آن صورت معنا میده، درست؟ دیگر یا جزین، یعنی اگه حالت نبود چی؟ درست؟ خب این دیکشنری بعد است که دیگه چیش هم نورده، پس دوباره هم حالت کمپیوترش براتون آورسید، اما معنای اصلش در غیر آن صورت است، در جز این دیگر چی؟ خب پس اگر با اونش بر دو صفر شد even، اگر دیگه اینجا نمیم مستمان بگیم که else 0، باز چک میکنیم اگر خود صفر بود پس صفر، اگر نبود اوت، درست؟ فعلا درست کار میکنه. این عدد باید چی نشان داده بشم؟ اوت اوت است. و اگر ایونش کنیم این عدد؟ صفر ایون است ایست؟ و اینا اگر خود صفر باشد؟ آفرین. چرا میشن؟ چون شرط اول بازم صفر میکنه، درست؟ باقی مانده صفر بر دو صفر است، درست؟ خارج قسمت هم صفر است و باقی مانده هم صفر است، پس این پروگرامتون درست نیست، صفر باز هم ایون نشان میده. باید چی کنیم؟ باید ببینین چون استثناء هست صفر، بله نه صفر در شروع چک بکنین. اگر صفر بود اصلا نیاز نیست که باقی مانده شو پیدا بکنم، مستقیما بگه صفر. اگر صفر نبود باقی مانده شو پیدا کنه، ببینه اگر صفر شو جفت است در غیر اون صورت دیگه 100% تاق است، امکان نداره که تاق نباشه، پس این شرط اول ما میشه. اینو میاریم در این قسمت بالا، اول از همه چک میکنیم صفر بودن را، اگر صفر بود اکو 0، اگر نبود else if. این چه تفاوتی داره که اینجا else تایپ کنم یا نکنم؟ آفرین، این جواب اینا دقیق تر بود. این اگه if ایتو تایپ میکنی، این دو شرط کاملا جداگانه است از هم، اما وقتی که می else if تایپ میکنی حالا چی میشه؟ اینا دو شرط جداگانه نیست، بلکه یک nested if هست، یعنی relation، رابطه به هم داره. اگر صفر نبود پس باقی موندهشو پیدا کنه، اگر صفر شد جفت است، اگر نشد 100% دیگه او تاق است و چیز دیگه بوده نمیتونه. حالا دیگه پروگرامتون همیشه درست کار میکنه. خب چیز خاص دیگه دیگه قسمت وجود نداره؟ چون if را نه، if استرکچر هست، if متد نیست، چون اگه متد هست پس از کدام کلاس هست، از کدام آبجکت هست، نمیشه. if یک کیورد از خودش، و اگر میخواین نظر به سانتکس بگین میگین ساختار است، اما تو که مثال لوپ ها، دو، وایل، فور، اینا چی هستن؟ بازم متد ها هستن؟ نه دیگه، ساختار ها هستن، استرکچر ها هست، و اون خاطر برش گفت conditional structure یا statement. این هم درست، از statement بنظرم استرکچر بهتر، چون میبینید
استیتمنت نیست، ساختار هست. خب در مورد این فگه سوال دیگه داریم پرسان کنید خودتان، در غیر از او موضوع ساده از خودتان میفهمی دیگه. خب کی از else استفاده میکنیم؟ زمانی که بیشتر از برای آخرین شرط. برای آخرین شرط کمی دیگه هم دقیق تر بگیم. برای آخرین شرط دیگه شرط یعنی آخرین وقتی که هیچ کیس دیگه ای باقی نمانده از else استفاده میکنیم. گفتیم اگر صفر بود پس خود صفر، اگر باقی موندهش بر دو صفر شد جفت، آیا حالت دیگه ای بغیر از دو حالت بودن میتونه؟ نه. پس الس آخری همیشه مثل سویچ رو به مخاطر میگم چون الان میخوایم سر سویچ بریم، این دیفالت است نه؟ یعنی اگه هیچ کدام از شرط ها اجرا نشه گفته خود درسته این اجرا میشه. پس کی از این استفاده میکنین؟ زمانی که هیچ حالت دیگه باقی نمونده، اما تا زمانی که کیس حالت دیگه باقی مونده شما باز هم باید الس اف استفاده کرده برین و در نهایت میتونین یک الس بانین که این در صورت تطبیق نشدنش تمام شرط های بالایی حتما اجرا میشه. خب ایگه هم حتما میدونیم و خوب نیست که گفتنش به یک محصل کمتر ساینسی که چند سال است کار میکنه در پروگرامینگ، ولی ممکنه بعد از ایشو مشکل پیدا بکنید چون شاید تا به این لحظه کسی براتون نگفته باشه که فقط دو حالت اگه در نظر بگیرین، یعنی هم حالت ایف و الس را. این خب میفهمم که کد درست نیست، فقط میخوام ببینیم ایف و الس اینا چه نسبتی یا چه رابطه‌ای با هم دیگه دارن. معکوس هستن و چقدر معکوس هستن؟ 180 درجه. من نمیخواستم تو بگم خواهم سمیدن گفت من به ادامه دادم. اینا کاملا با هم متضاد است، کاملا با هم متناقض است. مثل همیشه به مشاوردان مثال میگم شب و روز، وقتی که روز بود شب بودن نمیتونم و وقتی که شب بود روز بودن نمیتونم و وقتی که روز بود شما اصلا فکر میکنید دیگه حال شب هست یا نیست؟ نه دیگه، پس حتما روز است. این رو بسیار خوب دقت کنید چون در پی اچ پی باز من میام مثال هایی رو براتون میسازم در وبسایت ها که با همین حالت یک حالت منطقی بسیار زیبا رو با وجود میاره. مثال میگیم تا زمانی که شخص لاگین نکرده فرم براش نشان بده، اما وقتی که لاگین کرد دیگه نباید فرم نشان بده. این امروز براتون گفتم شاید یک هفته بعد همون مثال کار کنیم و اونجا من دوباره از خودم پرسان میکنم کد من ننویسم خودتون باید بگین چون هیچ کد خاصی نداره، فرمان خاصی نداره. خب منظور فهمیدین که باز بنا نگی که نیاد ما رفت. مثال میگیم که اگر شخص لاگین نکرده فرم براش نشان بده، ولی وقتی که لاگین کرد دیگه فرم براش نشان نده. شرط ما چی است؟ لاگین کردن. خب او کد براتون میگم که چطوری چک بکنید که لاگین کرده یا نکرده، ولی در اون صورت یک چیز که فرم نشان بده و یک چیز که فرم نشان نده. چیز خاصی در مورد ایف نیست. او را که هم سفیدن گفت بیشتر گپ خوب گفتین که میشه اینجا مطمئنن که از لاجیکال اپراتور استفاده بکنین و پیش برین. خب اگر در حقیقت شما کاندیشنال استراکچر را برای لاگین بنویسین، برای فرم لاگین که یوزرنیم است و پسورد است، پس دو واریبل باید داشته باشیم، یوزرنیم فرض میکنیم علی و پسورد داشته باشیم فرض میکنیم 123. شو تعجب کن که چرا 123 رو استرینگ گرفتیم نه؟ میتونی حس بزنین؟ میتونه هر چیز بگه، یعنی اعدادی که بیس پسورد تایپ میشن او رو هم ما جز استرینگ میگیم در وبسایت ها و در دیتابیس ها، چون پسورد میتونه مرکب از هم حروف و هم اعداد باشه. نکات خوبی است که بعدا همینطور بتونید خودتون تحلیل کنید. خب اینجا بگین که اگر یوزرنیمش علی بود و پسوردش 123 بود، پس درست اجازه بده که لاگین کنه و در غیر از او بگه که یوزرنیم یا پسورد غلط است. ایف مسایی بود به علی اند، یعنی او لاجیکال اپراتوری که در لاگین استفاده میشه او 100% اند است. اور بوده میتونن؟ اگر اور بگیرین بازم من میگم همیشه به شاگردا که باز وبسایتتون در به در میشن، سایز چه یوزرنیم پسورش چه یوزرنیم درست باشه چه پسورد یک شنبه درست باشه اور لاگین میشه، که میگم کاملا غلط است چون صدها نفر ممکنه با یوزرنیم علی وجود داشته باشه. کی کارم شما نکنید در سایتتون یوزرنیم یونیک بگیرین که کسی نتونه یوزرنیم های هم نام بسازه همون که در وبسایت واقعی هست. خب پس در این صورت میگیم چی؟ گو کنم بهتر مثلا ویلکام، یعنی لاگین شد دیگه درست. در غیر اون صورت ایلز اکو کنم اینکارکت یوزرنیم او پسورد کدامش؟ خب ببینین آلی مطمئن که آلی هر دوشو درست داده بودیم، پس درست است. اگر ایره تغییر بدیم غلط است. چی غلط شد؟ پسورد. اینجا چی براش گفت؟ آیا میتونین که جدا بنا بگین؟ بگین فقط پسوردش غلط بود؟ جواب شما سعی، جواب شما سعی، ولی جواب شما رو من بیشتر قبول می‌کنم. یعنی اون جوابی رو دادن که یعنی همون دقیقا سوال من بود. شما نمیتونین این کار رو انجام بدین. چرا؟ که هیچ از لاجیکال اپراتور اند استفاده شده و اند میدونین که این دو شرط با هم زمان چک میکنن. پس دیگه نمیتونین خودتون بفهمین که آیا پسورد غلط بوده یا یوزر. اینجا خود شما دیدین که من این کارو کردم، اما هر کدومش که غلط کنین نتیجه غلط است. چون
اند خواندیم که یک از اپراندها اگر فالس باشه نتیجه فالس و شما تعیین کردن نمیتونه. و یکی به این شرط جداگانه چک بکنید، امکان تئوری داره اما بازم امکان عملی نداره، چون دیدین حتی در وبسایت های معتبر مثل فیسبوک یا وقتی لاگین کنین یوزر نیم یا پسورد یکش غلط باشه میگه کدومش غلط است؟ نمیگه. و اینجا هم در حقیقت دلیل تئوری وجود داره و منطقی به حساب امنیت، چون خوب نیست. شما مثلا ممکنه یک کسی به جای شما لاگین بکنه، یوزرنیمتون رو یاد داره، پسوردتون رو یاد نداره. پس اگه لاگین کنه و بگه پسورد غلط، مطمئن بشه که برو خب یوزرنیمش همین چیز است. یا پسورد شانسی درست صرف کنه، اون رو بگه درست پسورد یوزرنیم غلط است، اونم هست آخر پیدا میکنه. و دیگه عملا هم امکان نداره، چون بعد میبینیم وقتی که در دیتابیس ذخیره شده باشه شما اینو همزمان چک میکنید، دیگه نمیتونید که جداگانه اون رو چک بکنید. خب یک مورد استعمال در حقیقت از ایف بود. آیا امکان وجود داره که همزمان هم بگه ویلکام هم بگه این کار که یوزرنیم پسورد؟ شب و روز شدن هم میتونن با هم یک جایی. میتونم. اوره منظورت نیست که مکان ما رو چطور میفهمن؟ در فیسبوک من امیر منظور دیده کدوم، یعنی که هست اما دقیقا یادم رفته فعلا که او مکانت از خود پرسان میکنه یا نه؟ نمیکنه؟ سعیس. پس اگر نمیکنه این خاصیت HTML ورژن 5 است، سعیس HTML ورژن 5 است که برایش میگه جیو لوکیشن. شما از این طریق میتونید بدونی که از خود شخص پرسان میتونه پرامپت بکنه تعیین کنید که او در کدام کشور زندگی میکنه. سعیس این امکانات وجود داره در HTML ورژن 5. یه از ایف، از ایف سوال نداریم؟ خب، ساختار شرطی دوم سویچ هست و سویچ مثل چی هست؟ سویچ مثل سویچ. آفرین، بسیار عالی. ولی منظور می بود که نسبت به ایف ها کدامش هست؟ حالت سوم، یعنی همون نست ایف یا ایلس ایف هست. و گپ همسیفتن هم بسیار عالی است، بسیار گپ خوب اشاره کردن که دقیقا همون سویچ هست. که او سویچ چه معنا داره؟ حالا خودتون بگین دیگه. نه سویچ ساکت فهم میکنم. انتخاب بین دو حالت مشخص. این سویچ های برق است، ولی سویچ میکنه بین سه حالت هم باشه؟ حتما دیگه بازم برای برق بین سه حالت فرق نمیکنه که بین چهار، اما انتخاب یا تغییر در بین وضعیت های مختلف. و سویچ هم دقیقا همین معنا رو میتن. و شوخی گفتین ولی ببین که چقدر گپ خوب زدین، تا آخر مفهوم سویچ به همین اساس پیش میره. خب ساختار سویچ هم حتما دیدین در دیگه زمان ها، درست هم خواندین دیگه. کیبورد خود سویچ قوس قوس قوس. اینجا چی قرار میگیرم؟ یا اکسپرشن یا کاندیشن؟ هیچ چیزی بغیر از واریبل بودن هم میتونه در سویچ سیز. اینجا فقط واریبل بودن میتونه. مثال بگیم که x مسایی به بطرم مثال 20 یا بگیم کوچک بگیم کار ما آسان شد 2. حالا میگیم که در مقابل قیمت های مختلف x سویچ کنن، در مقابل وضعیت های مختلف x سویچ کنن. و بعدم چرا مستقیما براکت تایپ کردیم؟ آفرین، چون 100% میدونیم که سویچ حتما بیشتر از یک استیتمنت نمیتونه که یک استیتمنت باشه. واسه وجود براکت ها در سویچ کاملا ضروری است. و اینجا چی رو تایپ میکنیم؟ کیس ها رو تاسو خود کیورد کیس. و اینجا چی قرار میگیرم؟ یعنی اینجا میتونه کاندیشن بیه؟ میتونه اکسپرشن بیه؟ مثال بگیم کیس x بزرگ از 10. هرگز بودن هم میتونه. اینجا صرف لیترال آمدن میتونه، دایرکت ولیو آمدن میتونه. مثال میگیم یک، کیس یک و بعدم دو نقطه، نقطه شروع، یعنی شروع ای کیس. اگر وضعیت x که سویچ کردیم یک بود، یعنی کیس صرف کرد، پس چی کنه؟ مثال میگیم اکا کنه 1 و تا بود مثال. و بعدم چون؟ کیس دوم؟ نه آفرین. اگه بری که تایپ نکنیم بگیم، یعنی رو با اون خواهد تایپ میکنم. پس کیس دو اکو دو بازم بریم. کیس تری تو چقدر میتونیم پیش بریم؟ اما حال چی کنیم؟ خوب شد. ببینیم که در حقیقت سویچ فرقش با نستدیف چی هست؟ با السیف. آیا این کار رو که السیف میکنه سویچ میتونه؟ یا برعکس این کار رو که سویچ میکنه السیف میتونه؟ چه فرق داره؟ مثلا سویچ میتونه که کوچیک مساوی بارم بده که یک قیمت مشخص داره فقط اگر مساوی داره. خب منظورت السیف بود، گفتی سویچ. منظورت السیف بود که در السیف میتونه کوچک و بزرگ بده در سویچ نمیتونه. یعنی اکسمبیلز هست که کار دیفالت بود اکسمبیلز. این خب مشابهت شد، تفاوت شد. سویچ کسی یک قیمت بگه، اما اپیرانس کسی یک کاملا درست هست، جوابتان کاملا داد. اینا چی مفهومی رو میرسانن؟ که دکمتر ساینس بسیار مهم است.
این مفهوم فلکسیبیلیتی رو میرسونن. این در واقع سویچ این فلکسیبل است، نه فلکسیبیلیتی نداره. اگه ما بخوایم که رنج چک بکنیم، هرگز در سویچ شما نمیتونید رنج رو چک بکنه. مثلا بگیم اگه از بزرگ از صفر بود مثبت، اگه کوچک از صفر بود منفی، اگه خود صفر بود خونسا و بدون علامت. این کارو با السیف کردن میتونیم، اما با سویچ کردن نمیتونیم. صحیح؟ اینجا چقدر اعداد مثبت داریم؟ بی‌نهایت. پس شما بی‌نهایت کیس براش نشه. و چقدر اعداد منفی داریم؟ بی‌نهایت کیس. و فقط یک کیس میتونیم واضح نشه بکنیم، اون برسته. میبینید که یعنی اصلا اون فلکسیبیلیتی رو که السیف داره ای نداره. خب پس این هم شد از این. و او رو هم سفید کاملا دقیق اشاره کرد که مثل که در السیف الس آخر دیفالت بود و این در صورت که هیچ کدام از شرط های بالای اینجا نمیگه، اینجا نمیگه، هر کدام از شرط های بالای صدق نمیکرد او صدق میکرد، اینجا میگه کیس دیفالت ها برش میتین این کار انجام بشه. و میدونی که دیفالت دیگه کیس نداره، این نمیدونیسیم که کیس دیفالت، خود دیفالت کیس است. و بعد اینجا ولیو آمده میتونم؟ هرگز نه، چون دیفالت هست دیگه. نه مثل که در else آخری شما شرط آوردن میتونیم؟ نه. اگه بیاین خب پس خودش میشه؟ else آخری نشد، else if شد. ما اینجا دیفالت میگیم که اینجا چی بگیم؟ out of range. out of range میتونیم بگیم not one, not true, true not two, و not three. صحیح؟ یعنی نه دو یک است، نه دو نه سه، هر چیز دیگه بوده میتونم. صحیح؟ و break نداره. چرا؟ کیس آخر است، آخرین کیس ماست. تو بود تو شد، اگر یک باشه یک، اگر گفتم سفیدن آفت آف رنج، یعنی هیچ کدام از اینا نباشه حتما دیفالت. بازم همون گل است، اگر هیچ کدام از کیس ها مطابقت نکنه، مچ نکنه، حتما دیفالت اجرا میشه. خب سوال اگر دارین در مورد سویچ چی هست؟ دو نقطه کالون چی هست؟ اینجا در سویچ میگه در کلن در کلن خب بسیار معنی ها داره. در سویچ معنی شروع کیس است. مثال شما در if else اگه چندین استیتمنت تایپ میکردین، خب او رو داخل براکت میاره. اگه اینجا چندین استیتمنت تایپ کنیم، یکی به انگلیسی تو، یکی به دری انگلیش تو، حال چی میکنیم؟ براکت تایپ میکنیم؟ در سویچ هرگز نمیکنین. نه اصلا در سانتک سویچ براکت نه. چرا نمیکنین؟ گفتیم وقتی تعداد استیتمنت از یکی زیاد شد باید او رو بلاک بکنیم، ولی حالا چرا نمیشه؟ چون خود این توسط دو نقطه شروع کیس هم مشخص کرده و توسط بریک انتهای کیس، این دو نقطه بجای براکت باز و بریک بجای براکت بسته است. صحیح؟ این منظور. ولی منظور تا من فکر میکنم شوخی کرده که دو نقطه در همه جا چه معنا میده. به هر جا معنای مختلفی داره. یک مثال کمیال فرمانده از نمی فکرم IP version 6 است، نه خاندی؟ او دو نقطه میه، نه؟ دارد که IP version 4 نقطه میه، اما او دو نقطه میه. نه ببینید هر جا یک چی معنای خاص داره. و چرا اونجا دو نقطه میه؟ آفرین دقیقا اکتتا را از هم دیگه جدا میکنه. در هر جای CSS آفرین بجای مساوی پروپرتی را با ولیش وقتی به هم وصل میکنید دو نقطه. در دری برای چی؟ نقل قول. البته خود نقل قول نه که بعد از جدا کردن قول از نقل قول. خب سعیست کار متمام است. دیگه سوال اگه داریم؟ خب این بود از ساختار کاربرد کمتری نسبت به نستدیف داره. صحیح؟ اگر یک در حقیقت شما حالتی برای روبرو شدین که فقط او واریبلتان وضعیت‌های مشخصی داره، رنج نداره، دایرکت ولیو داره، میتونید که از سویچ استفاده کنین و این ساختار یافته‌تر است نسبت به او السیف. چون اگه السیف پیش بریم بسیار طولانی میشه استیتمنت هاش و تقریبا خانه‌ای خودم از دست میده. دیدین دقت کردین؟ شما یک مثال نستدیف نوشتین با 10 حالت بسیار خانهش سخت میشه، ولی سویچ بسیار منظم‌تر است نسبت به او، به شرط که دایرکت ولیو داشته باشیم. ولی اگه نداشته باشیم اصلا از این سویچ استفاده نمیتونیم. درست؟ برای کیس های ساده و واضح و روشن میتونید از سویچ استفاده کنید، منظم تر است. دیگه کلا موضوع کاربرد خاص نداره. دقیقاً برای درجه تحصیلی میتونید که سویچ رو به کار ببرید. اینجا یک سوال بسیار خوب، سوال که نه که گفتم بسیار خوب، گفتی که یک سوال بسیار خوب اینجا پیدا شد. درجه تحصیلی کدام است؟ سه درجه در نظر بگیریم. بشلر است. میتونه نوشته میشه؟ خب و بعد ماستر است و پیش دی است. نه خب همین سه درجه. حالا یکش اینجا فرض بکنیم، مثال میگیم ماستر، و اینجا چی باید تایپ بکنیم؟ کیس دیپلم. کیس خب ماستر رو تایپ میگه، البته بچلر هم سه کیس رو که در نظر گرفتیم مطمئن که توقع داریم که تو خونه نوشته کردن نمیتونیم. درست؟ پس حتما داخل استرینگ می‌نویسیم بچلر. و کیس بعدی رو و ترتیب اینجا مهم است.
مثلا اگه اونجا مستر میرسیم اینجا بچلر هیچ فرقی نداره، چون شما میده وقتی بریک میکنن اگر اولی مچ کرد خوب، اگر نکرد هیچ بریک هم اجرا نمیشه و کیس کلا نایده گرفته میشه، میاد به کیس بعدی. خب پس کیس مستر، و حتی دقت کنین که اینجا به کیس سنسیتیو هم حساس است، ام خورد ام کلان. خب اینجا دیگه یه فرمان اضافه است و اینجا بهش بگیم که کیس پی اچ دی و استیتمنت ها رو اصلاح کنیم. اینجا چی بهش بگیم؟ بشار چند سال درس میخونه؟ 4 سال به 5 سال. خب من منظورم بود که چند سال باید درس بخون تا بشار بشه. 16 سال باید درس بخونه دیگه. 16 سال یعنی این شخص اگه بشار شد مطمئن 16 سال درس خونده. اگه مستر میشه؟ 18 سال حداقل درس خونده. و اگه دکتر میشه؟ 19 میشه. حداقل شدن زبی بگیری. 19 میشم؟ 3 ساله داریم نه؟ یک سال هم دکتری؟ دکتران نیست؟ کدام رشته؟ فرصایی مثل دیگه. خب 19 در زمین 19 و مطمئنن هیچ رو نگفتنی که اینجا باید چی باشه؟ خب اینا چه اتفاق میتونه من زرتون؟ بکلر میشه؟ 16 18 میشه؟ کاری با دیتا تایپ نداره؟ وقت انتجر بود آل سرینگ است؟ نه در دیگه زبان ها؟ برد داشته باشه. نه منظور فقط این نیست که دیتا تایپ هم مشخص در دیگه زبان ها آل سوال اصلاح میکنم، آیا میتونین که در اینجا اوتو وریبل رو با کار برو اینکه از هر نوع دیتا تایپ باشه از نوع استرینگ حتی؟ آفرین. فقط میخواست من میره در کدام زبان فقط اینتجر باشه؟ نه در سی پلس پلس سایس؟ جاوا سی و سی پلس، سی پلس ها و جاوا هر دوشون از یک خاندان هستن. در سی پلس پلس فقط او واریبل تان در سویچ میتونه اینتجر باشه، ایره خوب دقت بکنید، ولی در جاوا بود فرق میکنن. ورژن های مختلف جاوا هست نه 6 7 8 در ورژن فکر میکنم 6 بود انتی خواه هست مطمئنن هست، ولی ورژن 6 بود فکر میکنم که ساپورت از چی هم با وجود آمد کرکتر با وجود آمد سیز، بازم تا ورژن 7 8 تا امروز از چند چیز او ساپورت میکنن دیگه، از بولین ساپورت میکنن و یکی دیگه هم هست نه دبل نیست، دبل و فلوت نیست، آینتی هست کرکتر هست فکر کنم همین شارپ بود. خب این رو من فراموش کنم خودتان بتمید این چهار چیز ساپورت میکنم، چهار دیتا تایپ میتونست هر چیز دلتان خواست رو باز برش بدین. این خوبی پی ایش پیست که لوزلی تایپ هست، هر چیز استفاده کردم میتونید اما در غیر از اون هم میتونید درست؟ این هم پی ایش تی 19. سوال دیگه ندارین؟ اینجا ایف بود و این تاپیک بعدی هم سویش که ایرم کبر کردیم. چطوری این روزه تو میشن؟ همین که سفر باز میکنه فاورم و رزوم هم میکنه. یه سویش هست تام و آمد موضوع اره. خب اره میشناسین؟ بگین یک چیز در مورد اره؟ اره ذخیره کردن چندین قیمت داخل تحت یک نام داخل یک باری بل گفتن نمیتونی. خب چرا از اصلا نظر استفاده میکنیم اره که شناختیم؟ چرا اره به وجود اومد؟ چرا ازش استفاده میکنیم؟ چیزی که تعریف کردن کاملا درست بود. مثلا یک شخص نام داره نه؟ آها. خب خصوصیات داره چی داره؟ مثلا کلگش مربوط یک شخص میشه. طیقا نه اره نمیداشیم و ضرورت داشیم مثلا به هر خصوصیت یک باری بل داره مثلا چرا مجبور هستی برای هر خصوصیت یک باری بل بسازی؟ نه نه چون هر باری بل صرف یک ولیو هستان قبول میکنم و شما نمیتونید که اینجا ملتی ولیو برش بدین، فقط سینگل ولیو هستان قبول میکنم. همی در حقیقت گفتی عدم انعطاف پذیری یا همی محدودیت واری بل بود که اره به وجود اومد و خود اره یک نوع خاص از واری بل است که میتونه مقدارهای زیاد ملتی ولیو را تحت یک نام ذخیره بکنه و برای ما همین مهم است که تحت یک نام ذخیره بشه، چون گفتی خود کاملا درست ما میتونیم یک واری بل بسازیم به نام فرست نیم و صرف نام شخص ذخیره بکنیم درست، و یک واری بل دیگه بسازیم مثلا لاست نیم و اینجا چیش ذخیره بکنیم تخلص شه، یک واری بل دیگه بسازیم به طور مثال سنش ذخیره بکنیم. این خب باز خوب شد چون واریبل متفاوت است. این رو ببینیم که اگه ما بخوایم نام مثال چند نفر رو ذخیره بکنیم، فقط نام هایشان ها، فرض کنید یک لیستی از دوستایتون تشکیل میدین، اینجا میگین دلار مثال نیم مساوی به علی، خب احمد هم اگه بخوایم ذخیره کنیم میشه منظرتون؟ شدن خب 100% میشه اما دقیقا یعنی باعث لاست شدنه ولی های قبلی میشه، پس مجبور هستیم حداقل رو چی کنیم؟
نام جداگانه بتین. پس همون تو دلار نیم تری نام سوم. هیچ مشکلی نیست. این کار میشه. اما در حقیقت چی داریم اینجا؟ ریدندنسی داریم، تکرار کد داریم. و اگه بخواین اینو نمایش بدین، چطور میتونین اینو نمایش بدین؟ هر سه نام را. اکو دلار نیم یک، اکو دلار نیم دو. میبینید؟ هر کار بخواین با این نام ها انجام بدین که ایندیویدوال ولیو ها هستن، مجبور هستین برای سه نام سه بار کد تایپ بکنین، برای هزار نام هزار بار کد تایپ بکنین. و این واقعا مشکل بزرگ است. و علتش هم فقط همون یک گپ است که هر واریبل یک ولیو رو ذخیره میکنه. صرف همین. این محدودیت توسط اری ما بعد رفع میکنه. خب در پی اچ پی چطور اری میسازین؟ بسیار ساده. قسمی که واریبل دکلر میکنین دلار ساین و نام برای اری تون انتخاب میکنین. نیمز قانون نامگذاری واریبل ها در مورد این هم صدق میکنه. مساوی با دقیقاً از خود کلمه اری استفاده میکنین. کیورد اری درست؟ در حالی که در دیگه زبان ها با براکت ها و با زکن دیتا تایپ کار را میکنه. اما در پی اچ پی براکت ها در وقت تعریف فقط نیاز نیست و وجه دیتا تایپ هم که نداره لوزی تایپ است، از خود کیورد اری استفاده میشه. بعدم ولیو ها را با فرمت سی اس وی یعنی کاما سپریتد ولیو با توسط کاما اینا را از هم جدا میکنید. علی کاما، احمد کاما، محمود کاما، الی آخر. سایز و مطمئن وقتی که سرینگ است هر کدام باید داخل دبل کوشن قرار بگیره. اگر اعداد بود نیاز به دبل کوتشن ها هم نداره. حالا اگر احمد رو نمایش بدیم نیمزه؟ یک دقیقا، چون همه تان میدنید در تمام زبان ها بلا استثناء ایندکس از صفر آغاز میشه. خب منظورم داشتم چون گفتم از صفر آغاز میشه صفر تایپ کردم، اینو یک درست اینو میده. استثنایی وجود نداره. اما مثال در سینتکس استثنا وجود داره. بگین همینجا استثنا در سینتکس رو. آره این سینتکس اری ویژوال بیسیک چه قسم است؟ اینجا قوس میه سیز؟ ولی در تمام زبان های فامیل سی همیشه براکت میه، همیشه بلا استثنا. این در همه زبان ها براکت است. تنها زبانی که من سراغ دارم ویژوال بیسیک است که برانتز میه، اما همه بقیه اسکوئر براکت استفاده میکنن. خب یک. حالا اگه بخواین هر سه شنو نمایش بدیم. آفرین. در پی اچ پی فانکشنی داریم به نام پرینت آر. وقتی میگیم فانکشن است یا اینال گفته شما میتونیم به این متد بگیم سایز، اما به اری میتونیم متد بگیم؟ نه نمیدونیم سایز. پرینت آر اینال فقط اینجا یک پارامتر هستم میخوای و او چی خواد بود؟ نام اری. نام اری دلار نیمز. و چه قسمی رو نمایش میدن؟ هر ایندکس مثلا یعنی با فرمت خود اری رو براتون نشون میده. اولا کلمه اری و بعد ایندکس هر کدوم صفر، علی یک، احمد دو، محمود بیشه. خب این نشد او چیزی که من میخواستم. ما میخوایم نام ها رو نمایش بدیم. یعنی اگه شما در وبسایت اون از این فرمان استفاده کردین نه دیگه، نه برای اشخاص معمولی اگه اینو نشون بدیم به کاربر یا یک استفاده معمولی خود گیج شد که چی هست، نه چرا به این شکل اومده. اینو من میخوام از زبان شما بشنوم که چطور نمیشه. چرا نمیشه؟ میشه. میشه آفرین. چرا میشه چرا نمیشه؟ اکو فرمان نمایش دادن است و نیمز نام اری ماست. به ترتیب علی نشان میده با زحمت باز محمود روبروی هم میاره زر به زر میاره. آفرین. گپ اینا سعی است نیم که گفتم چرا نشان نمیده، گفتم ولی شما چرا نشان میتر رو نگفتیم. پس کلشان یا هیچ کدام میشن هیچ کدام میشن نشان نمیده. گفتم من قبول دارم این در حقیقت منطق زبان ها فهم کنم، در پی اچ پی این کار نتیجه نمیده. اما در جاوا اسکریپت چرا؟ اگه در جاوا اسکریپت یک اری را مستقیما نمایش بدیم و همه عناصر را نمایش میده، همون منطق را که گفتی اگر ایندکس مشخص کنیم خب معلوم است که کدام، و اگر نکردیم یعنی تمام میشن. این منطق خوبی است و در جاوا اسکریپت هست. اما در پی اچ پی بسیار یک نکته شیرین، وقتی یک اری را اکو بکنید این چی هست؟ آیا یک سینگل ولیو است که نمایش بده؟ نه. پس تمامش هم نشان نمیده. پس چی خواهد نشان داد؟ میگه اری. نه؟ میگه این چیزی رو که تو داری نمایش کوشش نمایش دادن داری خودش یک اری است. درست نه؟ اینو باید داشته باشین. در پیش پیش شما نمیتونید یک اری را مستقیما اکو بکنید به خاطر که تمام عناصرش نشان بده. گپی که همسن فیتون گفت اگر میخواین تمام عناصر نمایش بتین به هر صورت او تحت یک فرمان او پرینت آر است. که بازی فرمتش شاید دلخواه ما نباشه. می‌خواستیم تنها نام‌ها رو بیاریم. ممکنه بخوایم نام‌ها زر به زر قرار بگیرن. پس این کار نمیشه. خب یک نکته دیگه که براتون اضافه میکنم این است که آوتپوت ای پرینت آر به این شکل نیست. آوتپوت پرینت آر دقیقاً به شکل فرمتدش هست. یعنی اری باز در خط پایینی صفر مسایی بزرگتر علی در یک خط، عنصر بعدی در خط بعدی، عنصر بعدی در خط بعدی. و ایران میدونی که به هر کدام اینو چی گفتم میشن؟ element، عنصر. هر کدام از قیمت هایی که به واریبل اساین میشه هر کدام یک عنصر هستن. که هر کدام بخاطر دسترسی ایندکس های خاص خودشان داره. دیگه من اری رو مکمل براتون تشریح نکردم چون خواندین قبلا.
ولی فرمتش به این شکل نیست. print r دقیقا به اون شکل هر element هر عنصر در خط براتون میاره و بعد قوس باز داخل هم قوس بسته. و چرا به اون حالت نامد؟ منظور من فهمیدین؟ این print r به اون شکل براتون نشان میتن، به این شکل نشان میتن، میگه که array اینجا مثال قوس باز میکنه، قوس بسته میکنه و برای هر کدام جدا. اون شکل فرمولی که خاطر کسیت خود نام نشا کردیم و ایندکس مشخص نکردیم، حالا مثلا نکس فور استفاده کنیم، هر ایندکس شده فور میشون بسیم شده دقیقا او خو میشه او کارست که انال اگه وقتش مهم میشه و اگر نشه با آینده انجام میدیم او خو گپ درست. ولی میگم چرا به این شکل نا آوردن؟ من نگفتم چطور بیاریم، نه؟ براتون دارم میرم میگم اگه گپ من قبول دارین که پرینتر با این فرمت نمایش میده سایز؟ با این فرمت نمایش باید بده، آوتپوتش به این شکل است. اما وقتی شما دارین در براوزر میبینین به اون شکل نه، به این شکل آمده. دقیقاً نه؟ کدام قانون است؟ که براوزر بلانک اسپیس ها وایت اسپیس ها رو ایگنور میکنه. سایز؟ پس اگه شما این همین چیز داشتیم میبینین آیا در براوزر به این شکل نمایش داده میشه؟ نه، بلکه همیشه رو پیش روی هم دیگه میاد چون بیار اصلا استفاده نکرده. حالا اگه بخواین که به این شکل بیاره چی میکنین؟ آفرین، بعد از هر کدام بیار میزنین. پس اگه شما بخواین این را خودتون نمایش بدین در ادامه در انتهای هر خط یک بیار اینجا 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 درست؟ حالا بگو که در کجاش بیار بزنم؟ درسته؟ این زمان است که خودتون این دیویژوال تایپ میکنین، اون یک فرمان است. راه دیگه داشتین در HTML؟ اگه چون؟ آفرین، تگ پرپ. من در گوش اول اومد پرینت گفتم پرینت اینجا چرا بده؟ تگ پرپ. پس چی میکنین؟ خود ای را که ای آوتپوت میده کل ای را باید داخل تگ پر قرار بدین. پس قبل از اینکه پرینت کنین اول تگ پر را پرینت میکنید یا منظور است نمایش بدین. تگ پر. و اینم دیدین که گفتیم در معرفی پی اچ پی که HTML embedded است، مستقیما میتونید تگ های HTML داخل پی اچ پی بنویسین فقط به شرطی که استرینگ باشه. سایز؟ تگ پر قبل از این باز و بعدش هم بسته. پس هر آن چیزی که پی اچ پی آوتپوت بده داخل تگ پر قرار میگیره. وقتی که داخل تگ پر قرار گرفت دقیقاً با اون شکل براتون اون نمایش درسته؟ و اینجا ببینید کدایشن view page source پیش می نشانم فقط اما مشتیم است پره. میبینید ساین فرمت واقعیش به این شکل بوده که داخل تگ پره قرار گرفت. خب از اری نه دیگه موضوع لوپ اوی که شما گفتین و یه پا همسی دیدن کاملا درست بود. باز هم اگر ببینین خوب شد نشد دیگه نه؟ باز هم هنوز همون گپ از اری داریم، ایندکس ها هست، یالامات هست، حتی فرمتش تغییر کرد، فونتش تغییر کرد، چون پره فون استایل هم تغییر میده. اونم گپ هم سفید هم بهترین راه حلی است که حلقه بسازین و یک لوپ بسازین. چند بار اون لوپ باید تکرار بشن؟ سه بار. با تعداد عناصر آفرین سه بار هم درست هم، ولی سه بار استاتیک شد. کلتان کوشش کن داینامیک باشه. با تعداد لنت و لنت منظور ما چیه؟ طول اری. طول اره یعنی تعداد عناصر اره. پس سه باری باید تکرار بشه و در هر بار تکرار خود دانه دانه یکی از نام ها رو نشان میده. وقتی اونجا شما ایکو بکنید و او فلکسیبل میشه، بعد میتونید بگید نام ها رو روبروی هم بیارن، مثلا توسط کامه جدا کنن، توسط یک سلش جدا بکنن یا زر و زر بیارن. چون بعد نمایش هر نام وقتی برش بگیم ایکو دلار نیمز فلان ایندکس رو زک بکنیم و میتونیم کانکاتنیت کنیم یک بیار و بعد از هر نام یک بیار هم میدیم. این کار است که شب آینده انجام میتیم، اما چون هنوز موضوع اری باقی مانده باید اری را امشب ختم کنیم. خب این تقسیم بندی که براتون میکنم در همه زبان ها هست و این تقسیم بندی که در پایین میکنم صرف در پی اچ پی است. اری به چند نام است در همه زبان ها؟ خب اول دو رو بگیم با سه رو بگیم. خب دو رو بشه بگیم؟ یک بودی، دو بودی، سه بودی. به این خاطر شما گفتین سه. و اگه چهار بودی باشه؟ ای طور است سایز که کلن ما بهش میگیم سینگل یا وان دایمنشنال سایز، یک بودی شنال و یا هم ملتی دایمنشنال شنال سایز. این رو میگیم اره یک بودی و این چند بودی. حالا که دو باشه، سه باشه یا چهار باشه فرقی نداره. و مطمئنا پی اچ پی هم یکی از پروگرامینگ لنگویج هاست، پس امی تقسیم بندی رو داره. اری در پی اچ پی هم به می دونم واس سینگل و ملتی. اما یک تقسیم بندی دیگه هم اری داره در پی اچ پی، یعنی دو نوع اری دیگه هم در پی اچ پی وجود داره. با او میبینیم که کار با او نداره. این دقیقاً اما هست دو نوع خاص وجود داره. سایز که در هیچ زبان دیگه به این شکل نیست. این تقسیم بندی در دیگر زبان ها صدق نمیکنه. در دیگر زبان ها ایندکس اری چی میتونه باشه؟ چیز دیگه بوده میتونه؟ صرف عدد. اینجا صرف یک دو سه عدد بوده میتونه. او یک عدد اینتجر اشاری بوده میتونه؟
صرف اینتجر بودن بتانه در قسمت ایندکس. به این او اری ها به PHP ما میگیم نمریک اری، یعنی او اری هایی که عددی هستن. کدام اری رو برش میگیم نمریک اری؟ به شرطی که ایندکسش عددی باشه. اینجا برتا میگیم که اینتجر سایز، چون عددی اگه بگیم خواهد عدد اشاری نه، فقط اینتجر. باید که در PHP دیتا تایپ نداریم، اما اینتجر شما میشناسید، عدد صحیح. خب حالت مخالفش چی است؟ آفرین. که اگر اینجا بیایم چیزی بغیر از عدد قرار بدیم، حتی استرینگ هم نگیم سایز، چون کرکتر هم بودن میتونه یک حرف، هر چیز دیگه بغیر از عدد قرار بدیم، این میشه یک اسوسییتیو اری که در این صورت ایندکسش چیزی بغیر از عدد است، درست؟ نان اینتجر. درست؟ حتی میتونیم از اشاری هم اینجا استفاده بکنیم. درست؟ بله. خب اگه بگیریم پس استرینگ میشه، و اگه نگیریم فکر میکنم باز مثلا اسفق، ولی که داخل استرینگ میگیریم بهتر است، که دقیقا ارور نمیتونه و این ریلایبل میشه، مطمئن تر است همیشه بهتون درست کار میکنم. خب اولی تقسیم بندی رو میبینیم، بازی رو میبینیم، چون این خاص مربوط به PHP میشه. اگر اره یک بودی بسازم، این اره ما فلان چند بودی است؟ یک بودی است. از کجاش فهمیدی که یک بودی است؟ آفرین، بنش اره دیگه قرار نگرفته. و اگر بخواید نمایش بدین از کجاش میفهمین؟ از براکت ها. هر پیر، هر جوره براکت نماینده یک بود است، درست؟ وقتی که ما اینجا میگیم صفر، پس دقیقا مشخص است که علی رو نمایش میدیم. اگه بخواییم احمد رو نمایش بدیم یک، اگه محمود نمایش بدیم دو. آیا کدام چیز دیگه اینجا تایپ میکنیم؟ اگه سه تایپ کنم چه اتفاق میفتن؟ هیچ چیزی. یا ارر؟ در پی اچ پی هیچ چیزی، درست؟ این خوبی پی اچ پی هست، اما در دیگر زبان ها گپتان قبول دارم مطمئنا ارر هست. و ارر به خاطر چیست؟ دکلر نشه، وجود نداره. این دقیقا ما اینو در پروگرامینگ میگیم اپر باوند، نه؟ از باوند بالای اره دیگه خارج میشیم. باوند بالایش فقط دو هست دیگه، سه عنصر هست ولی ایندکسش دو هست. از اینجا وقتی تایپ کنیم سه، از اپر باوند خارج میشیم و دیگه زبان ها مطمئنن که ارر میده. خب این رو میگیم اره یک بودی. حالا چطور این اره میتونه دو بودی باشه؟ یعنی مفهوم اره چند بودی چیز؟ زمانی که دو ولیت داشته باشه، مثلا ام از ایکس ام از وای. آفرین. و گپی که همسن فیدون گفت، اینال دوباره بگو. هر المنتش اگر باشه. آفرین. اینی جواب شما هم درسته، اما این جواب کاملا واضح هست. یعنی به هر کس بین این جواب درک میکنه. فعلا هر المنت یک ولیوس، هر المنت یک نام است. پس یک بودی است. اگر اینجا بیه و هر المنتی خودش و ذات خود دوباره یک اری باشه، اون میشه یک مالتی دایمنشنال اری، چون چند بودی شد، صرف یک بود نداره. در صورت یک بود میگیم یک ولیو داره، اما اگه شما ببینید چندین مقدار تایپ بکنید، بازی برای یک عنصر فقط، اون میشه اگره چند بودی. حالی که مثال 2 3 4 اما تو دو بودی و سه بودی و چهار بودی به وجود میان. خب چطور امکان داره که ما اینجا چندین مقدار مشخص کنیم؟ حال دیگه در پی اچ پی میگم مطمئنا آفرین. نه چقدر ساده است موضوع، چون وقتی گفتیم یک ولیو داریم خودشو تایپ میکنه مثل یک واریبل، اما چطور یا از طریق چی شما میتونید چندین مقدار داخل یک object داخل یک نام ذخیره بکنین؟ او فقط از سر قره میشه. پس اگر بخواید اینجا تایپ کنین، نمیتونین تایپ کنین علی کامه احمد. خب پس دوباره اون یک بودی شد، یک علامت دیگه بانین، دوباره میین از کیورد خود اری استفاده کنین. یعنی یک عنصر ما دوباره یک اری هست، ولی میتونین عناصر رو اینجا مشخص بکنین. فرض کنین دوباره میگیم علی و لیلا، درست شد؟ حال اری ما چند بودی است؟ خب نشکید شما جواب نتین. حال چند بودی است؟ آفرین. کسی میگه این سه بودی است؟ نمیگین. نه چرا نمیگین؟ چطور ثابت میکنین؟ یه تونست که اگه چهار نام تایپ کنیم چهار بودی، اگه ده نام تایپ کنیم ده بودی. این نه راه خوبی نیست. خب باشیم اول جوابی هم سفیدان کار کنم که چرا این راه خوبی نیست. روز ده این حالت درست بود، اما ده این حالت درست نمیشه. یعنی اگه اینجا باز تایپ کنیم که کی ماند؟ کس نمونده؟ مریم فقط مونده. مریم مونده. دیگه کی مانده؟ او احمد به ای خورد است، این احمد به ای کلان است، بیادر کلانش است. اینا رو ببینید چند بودی است. اگه نظر به این که شما گفتید تعداد اره ها رو بشماریم میشه سه، ولی سه بودی نیست، هنوز هم دو بودی است. میشه تعداد اره هایی تو درست رو شما. دقیقا. یعنی اینجا شما ببینید چند اره، در حقیقت آیا یک اره اصلی نداریم؟ صرف یک اری داریم، اون نامش چی است؟ نیمز. یک اری است، پس شد یک بود، نه؟ و بعد داخل دوباره چند عنصر داریم؟ کلا دو عنصر کلا. نه چند تا است؟ احمد هم مثلا این شد یکی تا اینجاست، نه؟ یم دو تا، یم سه تا، یم چهار تا. یه احمد در کجاست؟ نه دو تا می علی چی؟ آ این اصلا قوس بسته نشده. نه قوس بسته نشده سایز. اگه قوس اینجا بسته شده
یه قوس دیگه باقی ما در دهمی نقطه بس میشه سه عنصر گه بهم سپیدان سیز. اما اگه قوس بینده اینجا بسته کنین حالی؟ حالی چهار عنصر را سیز. فقط ای تو حساب میکنین که چند اره اصلی داریم و چند اره فری داریم. حالی یه اره چی هست؟ اره فری است نی؟ خب ای اره چی؟ این هم فریست. اما آیا ای اره فری ای اره فری هست؟ نه. ای اره فری ای اره اصلی ماست. پس بازم اگه ببینیم در حقیقت فقط یک اره اصلی داریم و دو اره فری که دو اره فری هر کدامشون فر اره اصلی است. پس ببینیم دو بود شد. یکی دوتا. یک اصلی یک فر. و اگه بخواید اینجا ایندکس مشخص بکنین در این رو یاد دارین دیگه چون در دیگه زبان هم به این شکل است. خب بیاین و مثال چی است؟ کار میکنیم امیره. محمود نمایش بدین؟ چی تایید میکنیم؟ محمود نمایش بدین؟ آه؟ چرا صفر؟ بوده اول اره است نه؟ عنصر اول اره است. محمود خودش در واقع صفرم نیست ولی عنصر قرار گرفته که ایندکس و عنصر صفر است. صحیح؟ پس صفرم. و بعدا داخل که بشین دوباره چون جداگانه صفر یک دو پس در حقیقت ای از دو میبینید و همیشه ای بهترین راه است که شما اره چند بودی رو تشخیص بدین که چند بودی است. چند بودی است اونجا حتما گیج میشین که چند بودی است ولی اینجا هیچ وقت هست بشن اشتباه نمیشه. تعداد پیرهای براکت ها براتون نشان میده تعداد بود ها رو. دو براکت تایپ کردیم پس دو بودی است. اگه سه تا تایپ کنیم سه بودی. آیا میتونم اینجا سه میرم تایپ کنم؟ نمیتونم چون بود دیگه وجود نداره. اگه بیم لیلا رو دوباره یک اره کنیم میشه اونجا اگه عنصر یک بود دیگه هم با وجود. صفر و دو گفتیم باید کی باشن؟ محمود. مطمئنم محمود است. مریم نشان بدیم. مریم اینجاست. دو با صفر. این عنصر اول است و ای یک عنصر یک یا بگیم و ای دو عنصر پس ای از عنصر سوم با ایندکس دو و وقتی داخل یاره بیاین مریم عنصر چندم یاره فریز اولی که ایندکسش صفر است پس دو و صفر پس بازم میشه ای مریم. خب ای از این موضوع و جون اینا مثلا خیلی وقتا میشه خود داخل مثلا این فرم ها نام و سلام خانوادگی مثلا در وبسایت ما در دیتابیس خب دو شکل ذخیره میشم یکیش نام است و دیگه فرم مثلا مثلا زمانی که بخوایم مثلا در این برنامه چی خود نشان بدم و به صورت خود بخوایم نشان بدم حدش کنار هم بیاید. اون وقت چطور میکنیم؟ او حسن ما از ملتی دایمشون اره استفاده نمی کنیم. وقت شما میگین که مثال فرست نیم ذخیره میکنیم و لست نیم گفتیم؟ بله. و لست نیم ذخیره میکنیم. در دیتابیس مطمئن برای هر کدام یک کالم با وجود میاریم. یک فیل با وجود میاریم. پس این دو فیل مجزا هستن. وقتی که بخوایم میره نمایش بدیم اینطور نیست که باز هر فیل داخل یک بود ما بخوانیم. صحیح؟ که باز این بشه در حقیقت چی؟ یک اره دو بودی که اینجا فرست نیم باشه اینجا لست نیم باشه. نه فرست نیم خودش یک عنصر است لست نیم عنصر بعدی است پس یک بود است بازم یک بودی است اون داخل اره یک بودی میاریم بازم دو بودی نمیشن. صد فیصد در همه وبسایت های ما از اره اسوشیتیو استفاده میشه. وقتی که شما بخواین یک قسم یک تیبلی در یک دیتابیس داشته باشین و اون تیبل رو بخواین و نمایش بده. خب این بود از اره چند بودی. اره اسوشیتیو هم صرف یک مثال میگم چون موضوع ساده است خودتون میفهمین دیگه. اگر اره را برش تعیین نمیکنین و از چه نوع با وجود میاد؟ مطمئنا نمریک است. همین اره که امیال ساختیم. چی است؟ چون ایندکسش عددی است. ولی اگر اسوشیتیو باشه چیز غیر از عدد بودن میتونه. خب پس باید چی کنین خودتون؟ برو مشخص کنین چون اگه مشخص نکنین باز هم معلوم نیست که ایندکسش چی باید باشه. خب اره یک بودی رو در نظر میگیریم فرض کنین علی احمد لیلا. حالا اگه ببینین اینا ایندکسشون عددی از 0 1 2 و اگه بخواین خودتون میتونین اینجا تعیین بکنین و اینجا دیدین علامتی رو که استفاده میشد به خاطر که یک ولیو رو با یک ایندکس مشخص کنیم کدوم علامت بود پرینت آر که کردیم مساوی بزرگتر بس اینجا میان تایپ میکنین هر چی که خواسته باشین و خوبیش همین است که استرینگ بودن میتونه بیشتر کاربرد اسوشیتی برای در ایندکس حروفی داره. میتونه اینجا یک حرف قرار بگیره و حتی میتونه یک ورد یک کلمه هم قرار بگیره. پس فرض کنیم اینجا میگیم که وان به طور مثال درست و این مساوی بزرگتر قرار میدیم. حالا اگه ببینید در حقیقت بازم چی است کل ای الیمنت یا عنصر اول هست دال که ای ولیویش هست و ای هم ایندکسش هست. باز دوباره میگیم به عنصر دوم تو مساوی بزرگتر الیمنت عنصر دوم با ایندکس در حقیقت عددیش یک هست اما حال ایندکس عددیش چی هست؟ عددیش تغییر کرد ای تو شده و ولیویش هست احمد. باز دوباره میتونیم پیش بریم 3 و مساوی بزرگتر. خب حالا اگه بخوایم بازم احمد نمایش بدیم بله.
جای من دوست داری استرینگ غیر نمیلی آفرین یعنی ای تو تو می نویسیم؟ نویسیم استرینگ دقیق یا سینگل کودشان قردش درسته احمد اگر لیلا رو نمایش بدیم؟ تری خوب تر است بهتر شد نه؟ ای اسوشیتی برای ها برای ما انسان ها کار کردنش آسان تر است تا اره هایی که اونا نمریک باشن و مطمئن به صورت از بیشتر استفاده میکنیم و مفهوم انعطاف پذیری یا فلکسیبیلیتی رو برای ما با وجود میاره اگر نه فرق آنچنانی دیگه برای شما وجود نداره خب آیا اسوشیتی برای میتونه خودش دوباره ملتی دایمنشنال باشه؟ صد به صد بوده میتونه و اینو میخواستم براتون بگم که وقفه پیدا شد یک اسوشیتی برای فقط پی اچ پی داره مطمئن ده هیچ زبان دیگه شما اینو پیدا کرده نمیتونی فقط میخوام اینو براتون نشون بدم که باز دوباره عنصر اول رو اگه بیایم بجای یک عنصر چندین تو تایپ بکنیم میشه یک ملتی دایمنشنال اره میگیم یکیش علی هست یکیش هم به طور مثال محمود است حالا اگه بازم بخوایم محمود رو نمایش بدیم دقت کن آخر درست گفتی ولی اول منظور من چرا اول اشتباه گفتی صحیح است ایندکس عنصر اول است چون این یک سب اره هست قد عنصر اول ایندکس اسوشیتی داره 1 و بعد وقتی که در داخل بیم بود دوم رو بخوایم مشخص کنیم بود دوم دیگه اسوشیتی نیست نمریک است پس 0 1 بیم میشه 1 1 و 1 میشه صحیح شد این ترکیب هر کدامش امکان پذیر است یک بودی نمریک یک بودی اسوشیتی چند بودی نمریک چند بودی اسوشیتی و دوباره ترکیبات مختلفی که میتونید داشته باشین هر بود و ذات خود دوباره میتونه یا اسوشیتیو باشه یا نمریک کاربرد مالتیسیس ملتی دایمنشناله در پی اچ پی یا کلن در کل خود کاربردهای بسیار زیاد داره و خصوصا در ریاضیات بسیار کاربرد داره چون اگه ملتی دایمنشنال اری رو ببینید ساختارش شکل چی رو داره در ریاضیات شکل ماتریکس داره نه به او خاطر و در زیاد گیم ها ازش استفاده میشه اکثر گیم هایی که به سطح بسیار بالا ساخته میشه مثل کال اف دیوتی یا گیم های دو حد از این زیاد استفاده میکنه و حتی در پروگرام انجینری هم از این زیاد استفاده میشه در سطح کلی و در سطح چی شگه ببینیم در قسمت زبان پی اچ پی بعضی اوقات در وبسایت ها ما داریم مشخصاتی را که این دهات چطور بهتون بگم چندین فایل بوده میتونه سایز و هر فایل دوباره از خود مشخصات داره پس اگه بخواید این یک بودی بسازین امکان داره نداره مثال یک فایلی داریم به نام F1 درست دوباره یک فایلی داریم به نام F2 خب اگه بخوایم دوباره مشخصات F1 رو نمایش بدیم مجبور هستیم که از بوده دومش استفاده بکنیم اینجاست که از بوده دوم استفاده کنیم مثالش کار میکنیم در قسمت کار کردن با فایل ها و اپلود فایل اسوشیتی برای را داریم اینجاست موضوع اپلود فایل وقتی به اون تاپیک رسیدیم وزیر نمونهش براتون نشون بدم خب سوال نداریم؟ نه.